سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی‌نهایت خوش اومدید. امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که قرار دارید حال دلتون خوش باشه. در این ویدیو کوتاه آموزشی که عملا میشود ششمین قسمت از ریاضی 12 انسانی فصل دوم، قراره با هم دیگه بریم سراغ دو تا سوال خیلی خوب از الگوی خطی و یه سوال قشنگم بذارم به عهده شما که شما حل کنید. بریم سراغ سوال اول. گفته در یک الگوی خطی جملات 10 و 13 به ترتیب 7 دوم و 5 هست، بفرمایید که جمله 19 برابر با چی میشه. فرمول الگوی خطی چی بود؟ آن به علاوه بی. وقتی به من میگه جمله 10 و 13، جمله 13 برابر با 5 بوده، پس من میتونم بنویسم 13 تا آ به علاوه بی برابر با 5. در ضمن گفته جمله 10 برابر با 7 دومه، یعنی 10 تا آ به علاوه بی برابر است با 7 دوم. عین سال قبلی که تو ویدیو قبل رو صدل کردم، اگه تازه اومدید تو جمع ما حتما باید ویدیو قبلی رو ببینید، چون ترکیب این دوتا قرار الگوی خطی و حرفه‌ای برای جمع کنه. پس چون طراح گفته بود جمله 13 یعنی 13 تا آی به علاوه بی، چون گفته بود جمله 10 یعنی 10 تا آی به علاوه بی، گفتم توی این سبک سوالا بهتره دوتا معادله را از همدیگه کم کنی. اگر این دوتا را از همدیگه کم کنم، اون وقت 13 آی منهای 10 تا آ میشود 3 تا. در ضمن بی با منهای بی ساده میشه سمت راست عبارت، قرار 5 رو منهای 7 دوم کنم. 7 دوم یعنی 3.5، 5 منهای 3.5 میشود 1.5. حالا اگه 1.5 در حالت کسری بنویسم، تو بهترم من میدونی که 1.5 یعنی 3/2. 3 سمت چپ و 3 سمت راست و اگر با هم دیگه ساده کنم، مقدار آ برابر است با 1/2. من آ و 1/2 حساب کردم، حالا بی میخوام به دست بیارم، توی معادله پایینی به جای آ بنویسم 1/2. 1/2 ضرب در 10 میشود 10/2 به علاوه بی برابر است با 7/2. در نتیجه اگر که 10/2 رو بیارم سمت راست، مقدار بی میشود 7/2 منهای 10/2 که برابر خواهد بود با منفی 3/2. حالا که مقدار آ و مقدار بی مشخص شده، طراح جمله 19 میخواد. آن برابر بود با طبق استاندارد 1/2 ان به علاوه بی که بوده منفی 3/2. طراح تو جمله 19 میخوای، یعنی به جای ان 19 بنویسم، میشود 19/2 منهای 3/2. 19/2 منهای 3/2 یعنی 16/2. خب 16/2 هم که اگه به 2 ساده کنم، اون وقت جمله 19 من برابر خواهد بود با عدد 8 قشنگ. یه سوال خیلی خوب بود از الگوی خطی. سوال بعدی گفته در یه الگوی خطی هر جمله از رابطه دو ان به علاوه 5 به دست میاد، فاصله دو تا جمله متوالی برابر با چه خواهد بود؟ من جمله اول و دومش رو حساب کنم. اگه به جای ان 1 جایگزین کنم، جمله اول من به دست میاد، یعنی 2 به علاوه 5 که میشود 7. اگه به جای ان 2 جایگزین کنم، جمله بعدی به دست میاد، 2 ضرب در 2 4 به علاوه 5 9. تو به من بگو فاصله این دوتا جمله چند تا بود؟ باری چند تا؟ دوتا. پس طراح که به من گفته فاصله هر دوتا جمله برابر با چی میشه، مقدار فاصله هر جمله میشود 2. اگه دوست داری حفظ کنی، اون وقت اینو بدون که توی الگوی خطی فاصله هر جمله نسبت به قبلی خودش دقیقا برابر میشود با ضریب n. و اما سوال برای شما گفته جملات سوم و هفتم الگوی خطی 8/28 هست، جمله چندمش برابر میشه با 53. مطابق ویدیو قبلی و این ویدیویی که واسات حل کردم، انتظار دارم بتونی به جواب این سوال برسی. فقط کافیه اگر میخوای با هم دیگه در تماس باشیم، در قسمت ثبت نظرات جوابی که به دست میاری و بنویسی. سپاسگزارم تا انتهای ویدیو همراه من بودید. موفق باشید. خدا نگهدار.